و سال نو ما با رقص و پایکوبی نباید استقبال شود. بلی، اگر هدف از استقبال بهار دعا باشد، به خاطر از اینکه سال جدید ما از حمل شروع می شود، سال دهقان، سال تجارت، سال تدریس، یعنی تمام حساب و کتاب ما به حساب شمسی است که در سوره مبارکه کهف و ازداد و تسعه به اشاره شده است. تقویم هجری شمسی داریم، اما اگر سال نو من با پایکوبی با رقص با بی‌عفتی با شراب با فسق و فجور اگر آغاز شود، آیا از او سال کدام امید خیر و برکت است؟ نه خیر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که ماهتاب می دیدن دعا می کردن، اللهم اهله علینا بالامن والسلام بالامن والایمان والسلامت والاسلام، ای خدا این ماه نو را با ما با امن و امان، با ایمان، با سلامتی و صحتی، با اسلام این ماه سپری شود. پس این از سنت اسلام. باقی من کشمکش ها در سر کلمه نوروز دستای عزیز از علمای محترم و معزز کشور خواهش معمیز همچنین مسائل را با تجمع علمی علمای معزز میشینن سر موضوع بحث میکنن. یکی از دو حالت هم میبینیم به شکل بسیار فشرده. اگر نوروز ریشه‌های عقیدوی و مذهبی داشته باشد به ادیان گذشته، برابر است که مجوس باشد یا زردشت باشد، اگر ریشه‌های مذهبی و دینی داشته باشد، تجلیل از اون آرواست. چه قسمی که ما کریسمس تجلیل کرده نمیتونم. ریشه‌های عقیدوی و مذهبی داشته باشد به ادیان گذشته، اگر تنها و تنها یک تقلیدی دور از دین و عقیده باشد، دو مشکل نیست. لکن گپ اینجاست، یا ریشه های مذهبی و یا جنبه تقلیدی و عنعنوی، بیاین سری واقعیت صحبت بکنیم. یک ماه به نوروز میماند، رسانه هایی که تجارتشان گرم می شود، میدان تجارتشان گرم می شود، فوراً اعلانات خود گذاشته می روند. به مناسبت جشن نوروز در فلان جا کنسرت، خواننده ها و آوازخانه های تاجیکستانی تکیتش قدر. به مناسبت ابو زردشت، فرض کنیم که امی روز مقدس دانیست و جز عقیدش بود، دختران لچ رقصانده بود که تو میگی از نیاکان ما مانده است، و خصوصا به گرد گرد مرقد حضرت علی کرم الله وجهه. آیا ارواح مقدس یا روح مقدس شاه اولیا با پایکوبی و رقص فاحشه ها خوش میشود؟ این چه بدبختی است؟ این به شاه اولیا اهانت است، به شاه اولیا، به خلیفه اسلام که مسلمان ها می بالند به نام علی محبوب رسول خدا، داماد پیغمبر خدا، زیر عنوان نوروز. اولا اگر ای از ادیان گذشته و یا ای جنبه تقدسی داشته باشد و در بالای قبر حضرت علی تو تبله می زنی و پایکوبی می کنی و میگی که از گذشته علی به تو لعنت نمیگه، نام یک سرزمین ما مزار شریف است. یک اختلاف علماست که در اینجا حضرت علی تشریف دارن یا ندارن، او را میگذاریم به تاریخ و به فیصله علما. مزار شریف جایی که در اونجا مقدس است، یک چیزی که اصطلاح ما و شما مقدس باشه به اون نسبتی شریف میدیم. این مناسب است که تمام فاحشه ها، رقاصه ها زیر عنوان جشن نوروز
بیاینده اوجا پایکوبی بکنم، شراب خوری شوه، فسق و فجور شوه و ثوابی از او به امیر المومنین بخشیده شوه. آیا این تجلیل از سالی نو است؟ از گذشته های ما در گذشته ای توی تو بی حیا نبود، نیاکانی توی تو بی عفت نبود. و طول تاریخ افغان ها وقتی که شما سر بزنید، عفت، غیرت، طهارت، پاکی جزی فرهنگ افغان بود است در طول تاریخ. در صحراهایی که در اونجا میبینیم که یک دخترک کوچی 15 دانه شطر به عقبش روان است. او دخترک تعلیم و تربیه اسلامی شاید بسیار کم داشته باشد، اما به انداز عفت و حیاست در او دختر که پدر کس چشم خود طرفی از او بالا کرده نمیتاند. این از اصل ما. پس دوستای عزیز، بلیاز خدا بی حیایی از خود حدی دارد؟ رقص، پایکوبی، تبله، لوچ رقصیدن، تمام فسق و فجور و ایله نامش را بگذار فرهنگ. از نیاکان بشن ایره نسبت به نیاکان نتی. اونها اگر نیاکان ما اگر کاری هم نکردن در چوکات ارزش‌های انسانی بود، در چوکات اخلاق بود.